موتر ساخت شرکت انتابیا موتر افغانستان، حالا اما دیگر موتر افغانستان نیست. در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. موتر افغانستان بعد از نمایشگاه جنبای قطر دیگر موتر افغانستان نیست. انجینر رضا احمدی قبلا در یک ویدیو گفته بود که موتر را به یک شیخ قطری که پیشنهاد خرید موتر را کرده است خواهد فروخت و انگار این اتفاق هم رخ داده است. با اینکه در آغاز رونمایی سیمرغ در جاده های کابل بارها چندین نفر اعلام کردند که موتر را خواهند خرید، حتی پیشنهاد نیم میلیون دلاری هم دادند، اما خوب انگار پیشنهادشان قطعی نبود و یا هم انجینر رضا تمایل به فروش موتر نداشت و در نهایت موتر به قطر منتقل شد. و اما بعد از ویدیوی انجینر رضا که گفته بود موتر را به قیمت 150,000 دلار و یا حتی 100,000 دلار خواهد فروخت، در تازه ترین ویدیویی که انجینر رضا نشر کرده است میگوید پایان فصل سیمرغ و نمایشگاه قطر و دیده میشه موتر انگار به فروش رسیده است. با اینکه فروش موتر با واکنش های مثبت منفی مردم روبرو خواهد شد، اما انجینر رضا گفت که تبعات آن هر چه باشد میپذیرد و قطعا در آینده موترهای بهتری خواهد ساخت. رقمی که شاید منطقی به نظر نرسه، بیزنس خیلی مواقع این شکلی هست و فردا تا ساعت 9 شب اون تصمیم سخت رو مجموعه من خواهد گرفت و من زیرش رو امضا میکنم و انجام میدم و تبعاتشم میپذیرم. امیدوارم که تو این دنیایی که هیچ اطمینانی روش نیست، امیدوارم خوب پیش بره، امیدوارم اصلا بشه. ارقم خودتان میفهمین رضا جان، خودتان تصمیم میگیرین. من شخصا چیز نمیگم ولی مردمم باور دارم که به تصمیم خودتان احترام دارن. ولی خب دوستو طرف لایو در هرچند انجینر رضا در این ویدیو از فروش موتر چیزی نگفت یا اینکه موتر را واقعا فروخته یا خیر، اما تصور بر این است با در نظر داشت جمع‌آوری پول هنگفت برای برگشت موتر به افغانستان که نزدیک به 100,000 دلار آمریکایی است و جمع‌آوری این پول در مدت کم امکان پذیر نیست، قطعا موتر به فروش رسیده است. البته نمیشه باز هم 100% گفت که موتر به فروش رسیده تا خود انجینر رضا تایید نکند، ولی بیشتر گمان زنی ها در پیوند به گفته های اخیر انجینر رضا اینگار موتر فروخته شده است. این بیشتر در حد گمان است. باز هم شما نظرتان را برای ما کامنت کنید.